9 نوامبر 1989 من در منزلم بودم با یکی از دوستان، داشتیم اخبار می دیدیم که یک دفعه خبر رسید تمام دروازه های برلین بازه. دوستم پیشنهاد کرد که خب پس بریم، ما هم گفتیم بریم و اولین هواپیما رو گرفتیم و رفتم به برلین. به راننده تاکسی گفتم که منو ببر به چک پوینت 4. بعد من پیاده رفتم به طرف مرز آلمان شرقی که پر نیروهای انتظامی و سربازهای آلمان شرقی بودن و ماشینا داشتن همینجوری وارد می‌شدن و مردم همه داشتن دست می‌زدن و جشن می‌گرفتن. در همین حین من یک ماشین قرمز رو دیدم و دنبال این ماشین قرمز دویدم و به خودم مثلا خلاصه یه ایده دادم که این ماشین قرمز تقریبا شبیه پرچم روسیه است و داره به طرف غرب فرار میکنه. خب خیلی خوشحال بودم که بتونم این مثلا عکس رو با ماشین قرمز بگیرم و دیدم مثلا مردم در ماشین رو باز میکنن و پنجره هم خب باز بود، درها رو باز میکردن و شهروندان آلمان شرقی رو شروع کردن به مارچ و بوسه. من الان جلوی براندنبورگ گیت ایستادم. 30 سال پیش دست راستم دیوار برلین بود، یعنی این قسمتی که ایستادم آلمان شرقی بود. ساعت 10 شب رسیدم اینجا، دیدم پر تظاهر کننده بود که سعی کردن از دیوار برن بالا و پلیس شروع کرد به عقب روندن تظاهر کننده ها و تظاهر کننده ها رفتن بالای دیوار و شروع کردن با پتک و سنگ دیوار رو شکوندن. تقریبا نزدیکای ساعت 5 صبح بود که موفق شدن دیوار رو بکشن پایین. باز پلیس آلمان شرقی حمله کرد و دیوار رو کشید بالا. تقریبا نیم ساعت کلنجار دیوار اومد پایین و تمام مردم آلمان شرقی خیلی خوشحال بودن و شهروندهای آلمان غربی اومدن به طرف پلیس، شروع کردن به دست دادن با پلیس آلمان شرقی و تقریبا خاتمه این دیوار بود. یازده نوامبر بود که تقریبا 2 روز من نخوابیده بودم که یه دفعه خبر اومد قراره دیوار برلین از طرف پوتسدام پلاتس، یعنی نیروهای آلمان شرقی و غربی با هم باز بکنن و یک کلیدوری برای مردم آلمان شرقی بشه که بتونن بیان به آلمان غربی. و اون لحظه‌ای بود که آلمان شرقی و آلمان غربی باز هم متحد شد و تبدیل شد به یک آلمان دموکراتیک.